سلام دوستان امیدوارم خوب باشید با یک ویدیوی جدید از تازه ترین خبرهای فرانسه در خدمت شما ایزان هستم اگر که فکر میکنید که این ترجمه خبرهای فرانسوی و ارائه اون به فارسی زبانان محترم مفید هستش سپاسگزار میشیم که این ویدیو رو لایک کنید این کار واسه حمایت از ما میشه همچنین اگر هنوز عضو به کانال یوتیوب به ما نشدید میتونید واسه برای دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب به ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید بریم همین ویدیو رو ببینیم خب دوستان همونطور که میبینید روزنامه های فرانسوی این روزها تمام خبرهای تیتر یکشون مربوط هست به کووید من هم که اخبار فرانسه رو دنبال میکنم خیلی مایل نیستم که خبرهای بعد مرتبط با کووید رو خدمت شما عزیزان بگم ولی خب چه کنیم که این روزها کووید در رأس خبرها قرار گرفته خب همونطور که میبینید در تیتر یک نوشته که پنجمین موج سویه اومیکرون یک هفته تعیین کننده برای دولت خب اگر من این خبر رو باز بکنم میبینیم که در ابتدای خبر نوشته که لایحه تبدیل پس به در واقع پاسپورت سلامتی به پاسپورت واکسیناسیون قرار هستش که روز دوشنبه در سنای فرانسه بررسی بشه و بر اساس این خبر گسترش سریع ویروس کرونا که نوع اومیکرون هم نگران کننده شده دولت فرانسه رو به سخت گیری های بیشتر واداشته این بار به رغم ها و نارضایتی بخشی از جامعه دولت قصد داره ورود به اماکن عمومی رو به کسانی محدود کنه که دارای گواهی واکسیناسیون هستن به عبارت دیگر از این پس تست منفی کرونا کافی نخواهد بود و حتما کسانی که واکسن زدن باسی در معابر عمومی شرکت بکنند. در حالی که شیوع کرونا در فرانسه رکورد جدیدی رو در زمینه آمار ابتلا به این ویروس به ثبت رسونده یک متخصص بیماری های افونی هم در فرانسه اعلام کرده که بر اساس ارزیابی های واقع در عواست ماه ژانویه آمار ابتلای روزانه به کرونا در این کشور به 200 هزار مورد میرسه در روز شنبه این هفته روز جشن نوئل فرانسه بیش از 100 هزار مورد ابتلا به کرونا رو در روز تجربه کرد دولت قصد داره که از امروز دوشنبه تدابیر جدیدی رو علیه شیوع گسترش کرونا به ویژه سوی اومیکرون اتخاذ بکنه بنابر اعلام وزارت بهداشت فرانسه روز شنبه 104611 مورد جدیدی از ابتلا به کرونا در این کشور به ثبت رسید این آمار افزایش دو برابری رو در این زمینه نسبت به آمار سه هفته پیش نشون میده شورای علمی در فرانسه هشدار داده که افزایش آمار ابتلا به کرونا در این کشور میتونه موج اختلال در روند فعالیت های بشه و اولیویه وران وزیر بهداشت هم گفته که دولت تلاش خواهد کرد که از هر گونه بحران در این زمینه جلوگیری بکنه قرار استش که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در روز دوشنبه در جلسه شورای دفاع بهداشتی که به بحران کرونا اختصاص داره شرکت کنه و پس از اون در هیئت وزیران فرانسه حضور پیدا خواهد کرد. پیش بینی میشه که امروز در نشست هیئت وزیران این طرح تبدیل پس سنیتر به پس واکسینال که در ابتدای خبر هم بهتون گفتم به تصویب برسه. این طرح که خبرگزاری فرانسه هم به متن اون دسترسی پیدا کرده از نیمه ماه ژانویه لازم اجرا خواهد بود همچنین بر اساس این طرح هر گونه حضور در مکانهای تفریحی رستورانها و مکانهای حرفهای و حمل و نقل عمومی با ارائه این گواهی امکان پذیر خواهد بود این در حالیه که برخی از مناطق فرانسه به صورت جداگانه محدودیت هایی از جمله الزام استفاده از ماسک برای افراد 11 سال به بالا رو اعمال کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که اومیکرون فعلا موجی از بستری شدن در بیمارستان ها رو موجب نشده پیامدهای بلقوه اون نگران گزارش شده امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر که این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم که اون رو لایک بکنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب امید تیوی نشدید میتونید با زدن روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب به ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیوی دیگه خدا نگهدار